1750 حقوقدان عرب از کشورهای عراق، مصر، اردن، یمن، عربستان سعودی، فلسطین و سوریه و 14 تجمع حقوقی و سازمان حقوق بشری به آزادی 7 گروگان اشرفی فراخوان دادند. اعتصابیون در لیبرتی و 5 کشور دیگر جهان در 72 روز اعتصاب قضا به سر می‌برند. همه ادله و شواهد حاکی از این است که گروگان‌ها در عراق و در اختیار نیروهای مالکی هستند و باید سریعاً آزاد شوند. آمریکا و سازمان ملل متحد باید تمام ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی خود را جهت آزاد کردن گروگان‌ها به کار گیرد. ما از کلیه ارگان‌های حقوق بشری و بین‌المللی و به طور خاص عربی می‌خواهیم با قوی‌ترین اعتراض گروگانگیری دولتی مالکی را محکوم کنند و برای آزادی گروگان‌ها از تمام اعتبار و نفوذ خود استفاده کنند. 14 تجمع حقوقی و سازمان‌های حقوق بشری و 1750 وکیل و حقوقدان از عراق و کشورهای مصر، اردن، یمن، عربستان سعودی و فلسطین و سوریه حمله وحشیانه اول سپتامبر 2013 نیروهای مالکی به مجاهدان اشرفی را محکوم و طی فراخوانی اعلام کردند. ساکنان اشرف افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون 4 ژنو و پناهجو و مورد نگرانی بین المللی هستند. نیروهای مهاجم عراقی در جریان قتل عام اول سپتامبر بسیاری از آنها را با شقاوت و قساوت بیمانندی در حالی که دستبند زده بودند با شلیک تیر خلاص به قتل رساندند. آنها همچنین به کلینیک کمپ اشرف که تعدادی از مجروحین جهت مداوا به آنجا منتقل شده بودند یورش بردند و همه مجروحین را قتل عام کردند. اعتصابیون در لیبرتی و 5 کشور دیگر جهان در 72 روز اعتصاب قضا به سر می‌برند. وضعیت جسمی آنها رو به وخامت است و مسئولیت هر فاجعه‌ای برای اعتصابیون بر عهده آمریکا و سازمان ملل است که به تضمین امنیت و سلامت اشرفی‌ها متعهد شدند. فراخوان امضا شده بر موارد و خواسته های زیر تاکید می کند. 1. ما رئیس جمهور اوباما، جان کری وزیر خارجه آمریکا، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و بیکرافت سفیر آمریکا در عراق را فرا می خوانیم تا دولت عراق را وادار سازند که گروگانها را در اسرع وقت آزاد کند. همه ادله و شواهد حاکی از این است که گروگانها در عراق و در اختیار نیروهای مالکی هستند و باید سریعاً آزاد شوند. 2. با توجه به اینکه 7 گروگان افراد حفاظت شده و مشمول کنوانسیون 4 ژنو هستند و با توجه به اینکه کمیساریای عالی پناهندگی آنها را افراد پناهجو و مورد نگرانی و مشمول قوانین حمایت بین المللی اعلام کرده است و با توجه به اینکه حضور آنها در اشرف قانونی و بر اساس توافق رسمی بوده است، بنابراین آمریکا و سازمان ملل متحد در قبال امنیت و سلامت و سرنوشت گروگان‌ها مسئولیت دارند و باید تمام ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی خود را جهت آزاد کردن هرچه سریع‌تر گروگان‌ها به کار گیرد. 3. ما از تمام ارگان‌های حقوق بشری و بین‌المللی زیربط و به طور خاص از ارگان‌های عربی می‌خواهیم که با قوی‌ترین اعتراض گروگانگیری دولتی مالکی را محکوم کنند و از تمام اعتبار و نفوذ خود جهت آزاد کردن هرچه سریع‌تر 7 گروگان اشرفی استفاده کنند.